به نام خدا سلام و وقت بخیر. از بحران سیاسی تا بحران بشری، مرد در کابل پیش چشمان طفل 4 سالش به دلیل مشکلات اقتصادی خود را به آتش کشید. افغانستان واقعا در کجای تاریخ قرار گرفته؟ با دنبال نگرانی های پی همه سازمان های بین المللی از فروپاشی اقتصاد افغانستان و مبدل شدن کشور به فقیرترین کشور دنیا، گزارش ها از کوچه کوچه شهر از ناچاری و ناداری مردم حکایت می کند. از فروش گرده تا فروش فرزند و از جان باختن اطفال بی سرپناه تا آتش کشیدن. اینها سریال روزگار مردم افغانستان است. مقصر وضعیت کنونی کیست و مردم تا چه زمان در بی سرنوشتی و ناداری همچنان دست و پنجه نرم خواهند کرد؟ مسئولیت حکومت چیست و با توجه به انزوای جهانی افغانستان، دورنمای اقتصاد مردم افغانستان چگونه دیده می شود؟ در این برنامه آخر خط دلایل وضعیت بد اقتصادی را از مهمانانم می پرسم. پرسش شما: چه زمان نگرانی مردم از پیدا کردن لقمه نان برطرف خواهد شد؟ مهمانان من در این برنامه آقای محمد دین قانه، آگاه مسائل افغانستان، آقای شاکر یعقوبی، آگاه امور اقتصادی، و همچنان آقای میرویس آشفته، مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم از جرمنی. مهمانان، شما را خوش آمدید میگم. آقای آشفته، در آغاز از شما میپرسم انتظار چه روزهای دشوار دیگر را باید داشته باشیم؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران تکنیکیتان، مهمانان محترم برنامه و بینندگان روزگار کشیدی افغانستان. ما وقتی متاسفانه یک دستگاه حاکمی سیاسی داریم که خود مکلف و مراجعه به مردمش نمیدانه و رعایت حقوق اولیه جامعه خود از مسئولیت های خود تلقی نمیکنه و به مردم اساسا نمیخواد که توجه و اعتنای لازم داشته باشه و معیارهایی را که یک دولت قانونمند باید داشته باشه اون امور را نمیخواد که تکمیل بکنه. و توقع ما از جامعه جهانی، همسایه ها و قدرت های منطقه بیش از حد است. اونا یقینا مکلفیت اخلاقی در این زمینه دارن. آمدن افغانستان، امریکا در رأس ناتو اشغال کرد، 20 سال ستم و اجحاف بیش اندازه را بر مردم افغانستان و کشور ما تحمیل کرد. آخرم رفت و میشنوید؟ بله آقای آشفته، صدایتان داریم ما. بفرمایید، ادامه بتین و صحبتایتان. متاسفانه تماس ما با آقای آشفته برای فعلا موقتا قطع شد. آقای قانه، میخواییم از شما بپرسم که مسئولیت حکومت در یک چنین شرایط چیست؟ چه کار باید حکومت انجام بده؟ مردم به شدت در بحران اقتصادی به سر میبرند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز، همکارای برنامه و سایر همکارای تکنیکی. شما ببینین، افغانستان نه تنها امروز در یک سال گذشته، بلکه از چند سال به این طرف دامنگیر بحران اقتصادی است. ما بار تاکید به این کردیم در برنامه های مختلف که همین میزان مشکلات اقتصادی مردم از امروز یا با آمدن امارات اسلامی نبوده. ما به مسابه یک کارمند دولت در وزارت کار امور اجتماعی در یک زمان ما یک آمار داشتیم از واجدین شرایط کار در افغانستان، تقریبا بیشتر از 40% میزان بیکاری ما در او زمان داشتیم. با وصف از اینکه جامعه جهانی دیجه بوده و مثال لاف پتاق بزرگ و کلان از برنامه های زیربنایی زده همه شد، از برنامه های اقتصادی زده همه شد و کمک های اقتصادی فراوان جهانی، و تقریبا یک چیزی که بسیار ما به او باید توجه داشته باشیم و این تاریخ نباید فراموش بکنه که پولی که در افغانستان سرازیر شد، مثال شده دنیا کس نداره،
و امروز ما ببینین من حیث یک کشور فقیرترین کشور دنیا هستیم و زندگی میکنیم. در مو زمان همین موضوع بود. شما دیدین که حتما به یاد دارین از طریق مطبوعات ما دیدیم که جوان اسناد تحصیلی شده مو وقت آتش زد. امروز اگر یک پدر در حضور طفلش خود آتش میزنه، دیروز یک جوان اسناد تحصیلیش آتش میزد. مثلا موارد مشابه امروز و دیروز ما داشتیم. این مشکلات بوده که در طول 40 سال جنگ در افغانستان دامنگیر ما بوده. اما امروز حکومتی که تقریبا ندای زیر میکنه امارت اسلامی افغانستان که ما در وجب وجب خاک افغانستان مسلط هستیم، برخلاف حکومت های 40 سال گذشته که در افغانستان کنها در تمام افغانستان مسلط نبودن، مشکلات امنیتی بود، مشکلات جنگی بود و غیره موارد. اما امروز مسئولیت از اینا هم به مراتب بیشتر در قبال مردمش، در قبال مردم افغانستان به مراتب بیشتر است، چنانچه ادعا موجود است و ما ایره تایید میکنیم که در تمام ولسوالی ها و در دورترین نقاط افغانستان امارت اسلامی واقعا حاکمیت داره. اما طور که واقعا حاکمیت داره، در دورترین نقطه افغانستان مسئولیت اقتصادی، صحی، تعلیمی، تحصیلی و تربیتی اینجا یک بس مطرح میشه آقای قانی که واقعا توانایی کار داره، نیاز به توانایی و امکانات داره که امارت اسلامی میتونه ایره فراهم کنه و این توانایی را داره که این معضله حل کنه. شما میفهمید که بحث اقتصادی نه تنها در افغانستان بلکه در جهان یک بحث بسیار بزرگ کلان است، اما در افغانستان به مساوی کشورهای دیگه بحث بزرگتر است. از یک طرف ما کشور تقریبا برآمده از جنگ هستیم، 40 سال ما جنگ پشت سر گذاشتیم، 40 سال جنگ تباهی آورد، هر مرمی که فیل میشه، هر انفجاری که میشه او یک ویرانی و بربادی از خود به جا میگذاره. زیربناهای اقتصادی ما ویران شده، زیربناهای زراعتی و عایداتی ما همش آنچنان که ادعا میشد و ادعا کاذب بود، اقتصاد ما اقتصاد وابسته بود، اقتصادی که متکی به خود باشه همش از بین رفته. ما کانال های زراعتی ما از بین رفته در جریان جنگ، هرگز بازسازی نشده، حتی امو به شکل ابتدایش پاکاری نشده. بنان دولت افغانستان با این همه امکانات موجود در قبال مردم افغانستان مسئولیت داره که راههای ممکنه از منابع داخلی پیدا بکنه و در صدد منابع خارجی باشه. ما نمیتونیم من حیث یک کشور، من حیث تقریبا 40 میلیون نفوس، من حیث یک کسی که در کره خاکی، در زمانی که دنیا بسیار کوچک شده، ما در انزوا و جدا از دیگه دنیا زندگی بکنیم. بنان اگر این همین سیاست ما در پیش میگیریم و امارت اسلامی همین سیاست ادامه میده، من فکر میکنم این به جز از این که بر ما بحران بشری بار بره و ما را به طور یک وضعیت مواجه خواهد کرد که باز هیچ کس مهارش کرده نتونه. ممنونتان. آقای یعقوبی، به عنوان یک آگاه اقتصاد، مقصر وضعیت کنونی کیست و مردم تا چه زمان باید بی سرنوشتی و ناداری به سر ببرند؟ چرا ما نتانستیم وضعیت را کم به نفع مردم تغییر بدیم، برعکس بدتر شده رفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما میمانان شریک دربست و بیندای عزیزم کارهای تخنیکیتان. ببینید، وضعیت اقتصادی افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه شکل آشفته، پیچیده و در همتنیدی خاص خود را گرفته. در دوران جمهوریت همونطور قانونی بشاره داشتن، در شکی نبود که شیرازها و بنیادهای اقتصادی هم سست بود و نظمی که باید در زمان جمهوریت انتظار می‌رفت افغانستان از دید اقتصادی می‌داشت نداشت، ولی تا حدی با این وضعیت قابل مقایسه نیست. به این صورتی شما می‌بینید وضعیت اقتصادی امروز در افغانستان در با گذشت هر روز ما به سوی بحران، به سوی فاجعه، و امروز هم خبر اخیری که حتی منجر به آتش کشیدن یک فرد شد در مقابل چشم فرزند 4 سالش، این بیانگری از است که افغانستان به کام یک فقر مطلق فرو رفته و بساط فقر مطلق در افغانستان در حال پهن‌تر شدن است. ببینید، از دید اقتصادی اگر به قضیه بپردازیم، ما انواع مختلف فقر داریم. فقر تنها به گرسنگی غذایی گفته نمیشه. گرسنگی، نبود سرپناه، نبود آزادی، نبود خدمات بهداشتی، نبود خدمات آموزشی، نبود آزادی، در کل نوع انواع مختلفی از فقر است. متاسفانه در افغانستان چند
ویژگی یا چند نوعیت فقر که بیشتر برجسته و درشت است فقر مطلق است. ببینید فقر مطلق به همون فقری گفته میشه که امکانات اولیه و ضروریاتی که نیاز اشد است به او مثل خوراک است، مثل غذا است، به مشکل مواجه میشه و پروسه تولید از او، پروسه انتقالش و پروسه خلقش دچار مخاطره و چالش میشه. متاسفانه در افغانستان در همچین وضعیت قرار گرفته، فقر مطلق افغانستان را تهدید میکنه. در وضعیت فقر مطلق انسان ها در میان مرز مرگ و زندگی تکاپو میکنن و برای به دست آوردن خوراک، به دست آوردن غذا تقلا میکنن. در این وضعیت سخت‌ترین وضعیت اقتصادی از دید فقر وضعیت فقر مطلق است. در پهلوی از او گفته میشه و اظهاراتی که از سوی حکومت امارت اسلامی از طرف سخنگویانشان و نهادهای مسئول نهادهای اقتصادی بیان میشه، گفته میشه که چندان تفاوتی از دوره اقتصادی که در دوره جمهوریت حاکم بود نداریم. ببینید از دید فقر اگر ببینیم، ما فقری به نام فقر نسبی داریم. فقر نسبی به فقری گفته میشه که در او در تفاوت‌های سطح زندگی از لحاظ اقتصادی اختلافا وجود داره. مثلا فاصله میان فقیر، فاصله میان سرمایه‌دار، فاصله میان پولدار بیشتر شده میره و شکاف‌های اجتماعی، شکاف‌های اقتصادی کلانتر شده میره. در دوره جمهوریت ما فقر نسبی داشتیم، یعنی فاصله میان فقیر و پولدار بزرگتر شده میرفت، هر روز فقر مردم را تهدید میکرد، ولی یک طبقه داشتیم که فقیر نبودن، یک طبقه داشتیم که حداقل کاروبار اقتصادیشان پررنگ بود، فعالیت‌های اقتصادیشان جاری بود و نظم اقتصادی چی در چارچوب شرکت‌ها بود، چی در چارچوب بنیادهای اقتصادی بود، ولی فعال بودن. فقر مطلق با فقر نسبی مقایسه کردن از سوی حکومت امارت اسلامی ما فکر نکنم به جانب نباشه. ببینید در پهلوی فقر مطلق، فقر نسبی، دو تا فقر بسیار مهمی که در افغانستان وجود داره، انتظار نمی‌رفت وجود داشته باشه، متأسفانه هست. یک فقر فرهنگی است. فقر فرهنگی به مو لجاجت ها، به مو خودپسندی ها، به مو ممانعت دانش، به مو نگفتن به پژوهش، نگفتن به باب تفکر و تعقل در حوزه سیاست باشه، در حوزه اقتصاد باشه، در هر حوزه باشه، متأسفانه این فقر در افغانستان حاکم است. در پهلوی فقر مطلق، فقر نسبی، فقر فرهنگی، فقر دیگه ایم که افغانستان را متاسفانه بدبختانه تهدید میکنه فقر طبیعی است. فقر طبیعی به فقری گفته میشه ناشی از خشکسالی باشه، ناشی از آفات طبیعی باشه، خطرهای طبیعی باشه، مثل سیلاب ها باشه، طوفان ها باشه و موارد بسیار درشتش خشکسالی که فعلا در افغانستان وجود داره و بگذشته هر روز نگرانی های نهادهای بین المللی، نگرانی نهادهای مسئول در افغانستان بالا میگیره در قسمت خشکسالی. متاسفانه انواع فقر جمع شده در افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه اقتصاد افغانستان را از دست تعدید جدی داره. آقای یعقوبی سرازیر میشه در افغانستان در این روزها میای از جانب جامعه جهانی، این کمک ها بسنده نیست یا این که درست مدیریت نمیشه تا اندازه برای کنترل فقر در دنیا؟ ببینید تا جایی که شما خبر دارین، رسانه ها در جریان هستن، مقدار هنگفتی از کمک های میلیون دلاری به افغانستان سرازیر شد، از بسته های کمکی بانک جهانی گرفته تا برنامه های کمکی پروگرام غذایی جهان یا WFP، از برنامه های مجزایی که کشورها به صورت مجزا مواد غذایی به افغانستان کمک کردن. در این شکی نیست که کمک ها میتونست برای جلوگیری از رفتن به فقر کلانتر و فقر بیشتر جلوگیری بکنه، ولی نبود مدیریت کارا و مدیریت سو باعث شد که روند توزیع کمک را و یا روند کمک رسانی در افغانستان دچار خطر و دچار چالش جدی بکنه. ببینید تا هنوز شفافیت کامل در پروسه توزیع یا کمک رسانی دیده نمیشه، نظارت پروسه کاملا زیر سوال است، کنترل جدی نه سوی امارت اسلامی وجود داره، نه سوی نهادهای مددرسان وجود داره و نه کانال یا فیلتری که کمک ها از عبور میکنه، از مجرای اولی یا بانک جهانی باشه یا ملل متحد باشه، روند کمک رسانی واضح ساخته نشده. این فضا باعث شده که روند کمک رسانی در افغانستان مؤثریت و مسمریت خود را کاملا از دست داده باشه. نه تنهایی که نتونسته در بخش مهار فقر یا در بخش کنترل فقر کمک بکنه، بلکه زمینه حیف و مل، فساد، استفاده جویی در کمک ها نیز فراهم کرده. در گذشته هم فساد در کمک ها وجود داشت و شما میفهمین همیشه گروه های استفاده جو و گروه هایی که همیشه چشم به فساد دوختن، چشم به استفاده از کمک های بشری دوختن، در زمانی که بحران بیشتر میشه چیز را خو از اعضای امارت اسلامی زیاد میشنویم که امی فساد را تانستن به اندازه مهار کنن، شما به این عقیده نیستید؟ ببینید بحث فساد در نهادهای حکومتی یک بحث جداست، ولی بحث فساد در نهادهای مددرسان و نهادهای مالی که افغانستان کمک میکنه شما یک بحث کاملا جدای دیگر است. نهادهای مددرسان در درونش فساد بسید. بله کاملا. ببینید مشکل نمیسته که امارت اسلامی نتونسته پروسه نظارتی یا پروسه اعمال نفوذ بر نهادهای مددرسان داشته باشه. فسادی که حکومت امارت اسلامی ادعا میکنه که تحت کنترل آمده و یا کاهش یافته، از بین بردنش یک امر ناممکن است در افغانستان. در طول 40 سال و در طول چند دهه گذشته ثابت شده که فساد در افغانستان قابل از بین بردن نیست و مهار نمیشه. ولی ادعای از اونها اینه که ما این کاهش دادیم و یا نسبتا مهار کردیم، ادبشان تنها در نهادهای حکومتی شاید باشه، ولی در نهادهایی که بیرون از صلاحیت و بیرون از دخالت و نفوذ ایناست به شدت فساد بیداد میکنه و استفاده جویی ها دنبال فساد بیشتر این روزا با استفاده از کمک های بشری در افغانستان میشه هستن. به شما میایم آقای یعقوبی. آقای اشرفته صحبت های ما و شما ناتمام مانده.
انتظار چه روزهای دشوار را پرسیدم ما باید داشته باشیم؟ با پزشک که شد؟ بله، وقتی نظم وجود نداشته باشه، وقتی ظرفیت های کادری، ظرفیت های اداری برای کنترل وضع وجود نیاید، که متاسفانه حاکمیت سرپرست بدون میاد و معیار در این زمینه اقدام نکرد و حتی خیال ای اقدام هم نداره، جامعه جهانی در حد ادای مکلفیت های اخلاقی خود هم متاسفانه کوتا میاید، کم میاره، مقدار کمک هایی که صورت میگیره بسیار ناچیز است و مقایسه بحرانی که از رهگذر اقتصادی افغانستان را تهدید میکنه، اونها نمیخواهند که همکاری و توامیت با حاکمیت سرپرست داشته باشند. با باور شما آقای آشفته، این کار با باور شما عمدی صورت میگیره؟ بله، بله، از هر دو جانب عمدی صورت میگیره. هم حاکمیت سرپرست با مردم اعتنا نمیکنه، معیارهایی را که مکلفیت داره، مسئولیت داره، در برابر خدا و ملت پوره نمیکنه، عدالت اجتماعی را توجه نمیکنه، زنان جامعه ما را درهای مکاتب برشان بسته کرده، در جامعه هارمونی نرمال زندگی را برهم زده، روان اجتماع را بسیار صدمه زدن، مشکلات برای خانواده ها به بار آوردن و جامعه را به یک جانب بسیار ناباوری میکشانن. این ستم است که حاکمیت سرپرست بدون میاد انجام میده. جامعه جهانی در حالی که خود زمین اساس شدن، دولت آقای غنی را از حمایت بیشتر دست گرفتن، چون هم بسیار از حد بیش فاسد بود، بسیار ظالم بودن، اونا هم تنظیم ها هم در اونجا نقش بسیار منفی و مخرب داشتن، از حمایت از اونا دست کشیدن و اینمی حاکمیت را 20 سال پیش با B52 سقوط داده بودن، پس از 20 سال دوباره بر اریکی قدرت تکیه دادن. طالبان باید اعتراف بکنن که بدون جنگ آمدن خو از هوا به دول برسپان خو نامدن، خو برشان زمینه را مساعد ساختن که اینا به حاکمیت تکیه بکنن. اینا که آمدن داد میزنن که برای ما یک بدبختی، یک چور، چپاول، بینظمی، فساد اداری میراث مانده. بله گپتان درست است، ولی شما را اونمو میراث خورا به این میشه و به قدرت رساندن و حال شما به جای از اینکه از اونا پند میگرفتین، عبرت میگرفتین، او بدبختی رو گناه به بار آورده بودن، او فساد اداری رو گناه به بار آورده بودن، او چور چپاولی رو که اونها باعث شده بودن، شما سرپرستا میتونستین تغییر بتین، متاسفانه شما میکاره نمیکنین. فرامین ناچل یکی پشت دیگه میبرایه. همین چند روز پیش خواندم فرمان داده که ما در ادارات میتونیم که برای کسان معین 20,000 افغانی ماهانه معاش اضافی بتیم. اگر رئیس اداره خود مکلف نمیدونست و کسان دیگه که نمیتونه، او مستحق دانسته نمیشه. یعنی امو چور، اونمو دزدی، اونمو از حق کیسه ملت و مردم، از دارایی عامه و بیت المال به گونه دیگه استفاده کردن که اینمی حاکمیت سرپرست بدون میادی کار میکنن. تمام بخش های اداری کشور به رکود مطلق رفته، حدود 500,000 انسان اینجا به کار است که در اونمو 20 سال با همه بدبختی کادرهای زیاد تربیت شدن، مردم ها، دخترها و بچه ها از مکاتب، از فاکولته ها تا سطح ماستری و حتی دکتری اینها تونستن تحصیل بکنن. این ظرفیت ها در جامعه وجود داره، ولی حاکمیت سرپرست بدون میاد و بدون معیار که به هیچ قانون سرخم نمیکنه، او مردم ها جمع نمیکنه، از اونا از ظرفیت های علمی کادری اداریشون استفاده نمیکنه و این اداره جامعه از رهگذر اقتصاد امور خمی که دوست گرامی ما پیشتر گفتن، ببینیم تقریبا طبقه متوسط جامعه ما سقوط کرد، از بین رفت. یعنی کسانی که از کارهای شخصی و اداری و مسائل تجارتی و تشبثات خصوصی و حرفه‌ای و کسبکاری چیز پیدا میکردن، این همه چون اقتصاد سقوط کرد، همه اینا سقوط کرد، یعنی طبقه متوسط از بین رفت. این هم رفت جمله اونمو فقیرهای بالکل هیچ مدار که نمیتونن نانش و روز خود پیدا کنن. ما می پیشتر یک ویدیو رو میدیدم که یک انجینیر که نمیخوام نامش رو بگیرم، برنامه خودش خود معرفی کرد، گفت که ما اومدیم که یک کراچی دارم، شهرواری کابل یا شهرداری کابل برام توظیف کرده و گفته که ما باید ماه 6,000 از این کرایه بدم. حالا شما فکر کنید که اینمی معیارها از کجا محاسبه میشن؟ از بس اینها از مسائل اداری، اقتصادی، سیاسی، جامعه خود بی خبر هستن و هی در جان مردم چسبیدن که ریشه تنتر باشه، کلاه تنتر باشه، در جماعت اینو متوازی شوید، در اداره نماز جماعت یعنی عدم تخصص در ساختارهای اقتصادی باعث شده که ما در یک چالش کلان قرار بگیریم و باعث شده که اقتصاد بیشتر سقوط کنه. اگر عوامل دیگر داشته، بله عدم تخصص اقتصادی بیشتر آسیب زده، درست؟ بله، اقتصاد امروز به علوم اقتصادی بالا رفته.
ما اقتصاد کل داریم، اقتصاد جز داریم، در زمینه تصدی ها، در زمینه رهبری ادارات سکتوری معین در وزارتخانه ها، هر کدام از این بخش های تخصصی است که در افغانستان بالاخره با همه بیچارگی اینمی زمینه ها مساعد شده بوده. ما نظام های بسیار متعدد ناکارا و فاسد تجربه کردیم، اما یک اساسی در کشور وجود آمده بود، سیستم مالی موجود بود. اینها با آمدنشان، با این فرامین بسیار ناسنجیدهشان، تمام امور اقتصادی کشور فلج کردن، روابطشان رو با همسایه‌ها. ممنون آقای آشفته، با شما خط آمدیم. ممنون آقای قانی. یک مسئله بسیار واضح است که شاید هم مهمانان حاضر در بحث با من موافق باشند که هنوز هم بخش کلان از اقتصاد بازار افغانستان در دست مافیاست و این وضعیت را پیچیده ساخته. چرا با باور شما حکومت نمیتونه اقتصاد مافیا را مهار کنه؟ در یکی از برنامه های تلویزیونی آقای کرزای ما یک وقت دیدم که از او پرسان کردم که بزرگترین اشتباهی در زمان حکومتت کدام بود؟ یک تفکر کرد و بعد از او گفت که اقتصاد بازار آزاد. متاسفانه ما هم به شخصا، من خودم فکر شخصی ما ای است که اقتصاد بازار آزاد بر مردم افغانستان در امو زمان یک زهر مقاتل بود، به دلیل از اینکه اقتصاد افغانستان مکمل در کام اژدهای به نام مافیا فرو رفت. شما ببینین یایی که مافیا خود بخش از اقتصاد افغانستان در کنترل داشت و با مشکل شاید باید شما قسمت که خودشان میخواست عرضه خدمات بیکیفیت میکردن و یایی که باجگیری ها بود. شما ببینید یک مثال بسیار بارز ما برای شما ارائه بکنم، موضوع امریکا. در زمانی که کشف امریکا میشه، بخش از اروپایی ها، اسپانیا و پرتغال و فرانسه و اینا از منابع سرشار امریکا وقتی که استفاده میکنن، اینا از رای دریایی را میخواهند که انتقال بکنن، انگلستان دزدای دریایی را به وجود میره. متاسفانه تقریبا شبیه امو در افغانستان هم امی موضوع تکرار شد. تعداد از مافیا وقتی که دیدن که مستقیم در برنامه های اقتصادی دخیل نیستند، دسترسی ندارن، گروه های مافیایی اختطافی را به وجود آوردن، اختطافچی‌ها را حمایت میکردن. شما ببینید وقتی اینطور اختطاف های ما داریم، مثل طفلک مزاری که تا هنوز هم در قید، متاسفانه در قید اختطافگرات، نه حکومت قبلی و نه حکومت فعلی از او سرنخ پیدا کرد. شاید سرنخ پیدا کرده باشه، اما باور من است که مافیا به حد بزرگ بود، به حد بزرگ است که نه در گذشته شد مرسد و امروز. سوال اساسی است آقای قانی که حکومت فعلی هم مثل حکومت های گذشته فکر میکنین که باج میگیره از مافیای اقتصادی و خودش راحت نشسته، یا اینکه نه وضعیت فرق میکنه با گذشته؟ من فکر میکنم که نه، به اون شکل نیست، به اون شکل، چون اینا امو ساخت بافت که در گذشته بود، این ساخت بافت متصور نیست فعلا، اما تضمینی هم وجود نداره که در آینده این موضوع باز تکرار نشه. اما در گذشته این یک نهادی نشده بود در افغانستان. تقریبا ما را که به امروز به این مشکلات اقتصادی افغانستان مواجه ساخته، اونم موارد مافیایی دیروز بود که متاسفانه در تمام بخش های اقتصادی مملکت نفوذ کرده بودند و یا گروه های جرمی را به وجود آورده بودند، یا حمایت گروه های جرمی توسط مافیای بزرگ که او هم مافیای درون حکومتی و مافیای بیرون حکومتی، یا در کل مافیای دولتی بودند. در یک بخش از دولت اونا مسلط بودند و گروه های جرمی را ایجاد کرده بودند، از گروه های جرمی به یک شکل استفاده میکردن، رقبای خود، حریف های خود در بازار کار، در بازار اقتصاد، در بازار تجارت اونا تهدید میکردن، اولادشان اختطاف میکردن، خودشان اختطاف میکردن و به یک شکل از اشکال از درآمدهای از اونا استفاده میکردن و اقتصاد افغانستان هم متاسفانه علاوه از اینکه یک اقتصاد، یک بخش بزرگش اقتصاد استخباراتی بود، بخش بزرگ دیگهش، یک بخش دیگهش اقتصاد مافیایی بود و زجرش مردم افغانستان میکشید. ممنونستان آقای یعقوبی. حالا مسئله ای است که ما بدیل چی داریم برای وضعیت فعلی؟ کمک های جهانی بسنده نیست، اقتصاد درونی هم که خوب سرپای خود نیستیم، واضح است، و ما یک کشور استوار بر اقتصاد خود هم نیستیم که مدیریت کنیم. پس چه کار باید انجام شود برای فعلا که کم وضعیت در کنترل بیاید؟ ببینید
به خاطر از اینکه ما بدیل داشته باشیم برای کنترل وضعیت، نیاز به ایسته که ریشه یابی صورت بگیره که چی باعث شد که ما در همچه یک موقعیت اقتصادی قرار گرفتیم. ببینیم عوامل فقر، عوامل بحران، عوامل بحران بشری یا گرسنگی یا هر نامی که زیرش سرشپانیم، چند تا عوامل ویژه در افغانستان نقش بسیار مهم و بارز ایفا کرد که افغانستان در همچه یک موقعیت اقتصادی قرار داد. ببینید بی برنامگی دولت ها در گذشته هم باعث شده بود که همواره نتوانیم استراتژی مدون و پالیسی مدون برای ایجاد فرصت ها و بسترهای اقتصادی ایجاد بکنیم. یکی از عوامل برجسته همی دانسته میشه که نبود پالیسی، نبود استراتژی و نبود برنامه روی های درست با متناسب با فرصت های اقتصادی که در افغانستان وجود داره باعث شد که فرصت های اقتصادی به هدر بره. همین رقم دلیل عامل دوم بسیار مهمی که نقش بازی کرد در وضعیتی که ما فعلا قرار داریم بیکاری است. شما ببینید نرخ بیکاری در افغانستان بی حد بلند گرفته. وقتی که اشتغال زایی نباشه، کار نباشه، مطمئنا وقتی کار نبود درآمد نیست. درآمد که نبود نیازمندی های زندگی اولیه مردم رفت نمیشه، چرخ اقتصادی بر هم میخوره. دلیل سوم شما میفهمید که در طول 4 دهه افغانستان دچار یک جنگی که هنوزم معلوم نیست در فضای ابهام به سر میبره که ما در پایان جنگ قرار داریم یا هنوز سرآغاز یک جنگ دیگر است. متاسفانه جنگ هم در گذشته و در 20 سال گذشته باعث شد که هم از زیر ساخت ها، هم از زیر بناها و هم ماشینا و موتورهای اقتصادی سیاسی یا در هر جهتی که بود از بین بره و یا به حالت فلج قرار بگیره. مورد چهارمی که افغانستان در همچک وضعیت بد بشری و بحران انسانی و فاجعه قرار داد، آفات طبیعی هم غیر قابل انکار نیست. شما میفهمید که افغانستان در خشکسالی به سر میبره، رشد نباتی در افغانستان وجود نداره، دهقان با مشکل زراعتی روبروس. میفهمید که 70% نفوذ کل کشور وابسته به اقتصاد زراعتی است یا به اقتصاد روستایی است. اما عامل اولی که اشاره داشتم که نبود استراتژی مدون و نبود برنامه‌ریزی درست برای رشد و توسعه اقتصادی در بخش توسعه روستایی که 70% کل جمعیت اقتصادش بر هم استوار است، باعث شد که اقتصاد افغانستان بر همچه حالت شکسته و فروپاشیده قرار بگیره. پنجمین موردی که خیلی برجسته نقش بازی کرده، جایش هم نیست که در بحث اقتصادی گفته شود، ولی نقش بازی کرده و جای خود را داره و فیصدی مهمی را هم بازی کرده در همین شکل وضعیت. ببینید بی سوادی، نرخ بالای بی سوادی و رشد بیروی جمعیت اقتصادی افغانستان با توجه به امکانات اولیه اقتصادی افغانستان، میفهمید که نزدیک به 65-70% نفوس افغانستان بی سواد هستند. بی سوادی باعث میشه که کار نتوانند. وقتی کار نتوانستند باعث میشه که درآمد خلق نکنه، ثروت خلق نکنه. ثروت خلق نکرد، یک بخش اقتصاد جامعه از ایجاد از کار میفته، فلج میشه. همین رقم رشد بیروی نفوس افغانستان، شما امروز اگر به کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه توجه بکنین، نفوس یک خانواده از 5-6 عبور نمیکنه، ولی ما امروز در افغانستان نفوسی داره خانواده‌ای داریم که از مرز 10 نفر میگذره. کنترل همچک وضعیت اقتصادی و نبود فضا و نبود بسترها و فرصت‌های اقتصادی نه در گذشته دولت تونست که از او پالیسی استفاده بکنه ما را به همچک وضعیت نرسونه، و در حال حاضر بی برنامگی و سردرگمی حکومت امارت اسلامی هم باعث شده که وضعیت به مراتب بدتر شده بره. یعنی ما وضعیت ما بهتر نمیشه، بدتر میشه. به این زودی ها امکان نداره. شما ببینید با توجه به کارکرد و برنامه اقتصادی حکومت امارت اسلامی که این روزها پیش گرفته، شما میفهمید که پروژه‌های درازمدت روی کار آوردن، از جمله پروژه تاپیر روش بس دارن، پروژه کانال قشتیپه را بس دارن، پروژه بلاک نفت قشقری را بس دارن. این 3-4 تا پروژه که روی کار است و سر میز اقتصاد افغانستان فعلا از جنای حکومت گذاشته شده، پروژه بلند مدت است که در 5-6 سال به نتیجه نمیرسه و تطبیق همون پروژه ها کوتاه مدت ما چه کار باید انجام بدیم؟ من به بحث شما در تطبیق همون پروژه های بلند مدتی که امارت اسلامی توجه داره به او، به همون ما ظرفیت لازم وجود نداریم. انتظارا بر این میره و باورها بر این است فقط برای کنترل اذهان جامعه، برای کنترل افکار جامعه که حکومت امارت اسلامی برنامه داره برای اقتصاد کشور، اومدن دست به همچو برنامه هایی زدن. ولی در کوتاه مدت جزی که حکومت امارت اسلامی بتونه با یک پالیسی زیرکانه، با یک دیپلماسی که مورد قبول جهان، مورد قبول کشورهای منطقه و مورد قبول تجار و سرمایه‌گذاری که پول افغانستان پیش است قرار بگیره، جلب کمک های داخلی کنه، جلب کمک های خارجی کنه، بسترها را برای رشد و شکوفایی اقتصاد روستایی آماده بسازه و بیشتر توجه خود بر پروژه های کوتاه مدت و میان مدت معطوف بداره. با پروژه کوتاه مدت و میان مدت ما میتونیم به صورت فوری جلوی فقر کمرشکن اقتصاد افغانستان را بگیریم، حداقل میتونیم اقتصاد افغانستان را چرخش برکت در بیاوریم. به این باور هست که اقتصاد افغانستان به این زودی ها دوباره نمیتونه جان بگیره، دوباره نمیتونه شیمی بیشتر خود را داشته باشه، ولی حداقل دسترخوان مردم به صورت فوری تغییر باید بیابه. آقای آشفته، دیپلماسی که جهان در پیش گرفته با افغانستان، این دیپلماسی را شما چه تعریف میکنین؟ چرا جهان آنگونه که در گذشته تلاش میکرد کمک کنه افغانستان را در این شرایط دشوار نمیکنه؟ با مفهوم دقیقی کلمه حتی با کاربرد دیپلماسی نادرست میاد. دیپلماسی چگونگی نحوه برخورد سیاست خارجی است با دولت ها.
ما وقتی که دولت نداریم و دولت های دیگه این دولت ها به رسمیت نمیشناسه و برش میگه تو باید دولت تشکیل بدی، قضا داشته باشی، قانون داشته باشی و مرجع تقنین داشته باشی، شما میبینید که این چیزها واقعا در افغانستان کمبود است. لحاظا این دیپلماسی نیست. میاییم نوع برخورد اونها نوع برخورد است به خاطر مجبوریت هایی که برای داد و ستد های رفت و آمد های تجارتی نمیفهم تحصیلی صحی و امثال عظیم و اونها چون سالیان زیاد در افغانستان یک تعداد جواسیس نماینده های خود داشتن به نحوی کار میکردن و امروز مجبور هستن کسانی را از افغانستان بکشن و کسانی رفت و آمد میکنن، یک تعامل میخواین با اینها داشته باشن که طالبان را اشتباه میگیره فکر میکنه اینمی منجر به تامین روابط دو جانبه میشه که متاسفانه نمیشه و اونا به صراحت میگن که شما معیارهای دولت تکمیل بکنید، مراجعه کنید به مردم خود، حقوق اولیه عدالت اجتماعی را تامین بکنید. ما برمیگردم به مسائل اقتصادی هم، باعث یک شاگرد کوچک اقتصاد که تا زمانی که اینجا فضای اجتماعی روان جامعه را در نظر نگیرن، باز کردن مکاتب زنان روان جامعه را بسیار التیام می باشد. مردم میرن به ای که روال اولیه و نرمال زندگی خود داشته باشند. در خانواده های سراسیمگی از بین میرن. اینها باید به این مسائل توجه بکنن، بعد برگردن. خود جمعیت یا نفوس عامل تولید است. هر انسان قبل از ای که عامل مصرف باشه عامل تولید است. ببینیم من مثال بر شما میتونم دوری که مالتوس نظریات میداد و ریکاردو نظریات داده بود و آدم اسمیت اینا بود دوره گذشته، امروز دیگه عصری است. خود اینمی معیار بسیار اساسی دانسته میشه. کشور چین بیش از 1300 میلیون نفر جمعیت داره ولی استخدام کامل هم داره و شما میبینید که عامل اولی اقتصاد جهان بالاتر از امریکا امروز تامین میکنه. ما نسل جوان داریم بیش از 60%. هرگاه در اینجا برنامه های بسیار اولیه مد نظر گرفته شود، امی موقع سال که زراعت با وصف از اینکه ما یک مقدار از ناحیه خوشسالی مشکلات داریم، کاریزها و قناتهای کشور ما عمر خمی دوستا گفتن بازسازی نشد، اونها نامده بودن که اینجا برنامه اقتصادی ما رو بسازن. در اول گفتن ما اینجا ملت سازی میکنیم، بعد این کار آوردن، باز گفتن دولت سازی میکنیم، باز این کار آوردن، کار از اونها هم نبوده، اونها آمده بودن بر اهدافهای معین خودشان. اما حاکمیت سیاسی بر حال مکلفیت داره که در این زمینه ها ادای مسئولیت وجدانی بکنه پیش خدا و پیش از این ملت. چرا اینها روان جامعه را به شدت میکوبند؟ اینها که مشکل اقتصادی را رفع کرده نمیتونن، به این اندازه فشار اجتماعی را چرا بالا بردن؟ چرا این بحث گفتم که یونیفرم و ریش و مکتب و اینجا معلم زن باید تر باشه و صنف های تر باشه، چیزهای کل از اقتصاد میخواید وقتی شما میخواید همه چیز دگرگون کنین، با کدام برنامه، با کدام اقتصاد، با کدام بودجه؟ لحاظا اینها به جای از این که از دانش جوال بگیرن از زیر جوال گرفتن. این برنامه گذاری حاکمیت سرپرستی بدون میاد و بدون معیار بسیار اشتباه است. در جامعه ما کادرهای کافی در درون افغانستان وجود دارد. اونجا سیستم اداری میتونه از نو دوباره احیا شود. او دولت هم امکاناتش گرفتن، ببینیم بیش از 84 میلیارد دلار اسلحه بر از اینا مانده. اینجا وقتی ما میبینیم که ایران هدفهای مثلا زنند فرهنگی داره در افغانستان، اما بالاخره میخوای یک چند تا مزدورش در حاکمیت سیاسی سهم پیدا کنم. ولی این مشکل با پاکستان متفاوت است. پاکستان عمق استراتژیک داره در افغانستان. این پروازهای از اینا، این بمباردمانهای از اینا بدون دلیل نبوده. اینها زمینه، یعنی اینمی دولت زمینه داد که تی تی پی تحریک طالبان پاکستان بیش از 7000 قراری که یک ارگان ملل متحدی را توضیح میکنن بیاین در افغانستان جابجا شوند و حتی ضربات بر پیکره نظامی پاکستان در نتیجه گشتنی های تیارات هلیکوپتر از اونا، حتی یک جنرالشان زخمی شد. اونا هم برای تلافی آمدن حمله کردند، البته حقشان نبود و باید جواب خود بگیرن. اونها وقتی قدر فعال هستن، امروزه خوشبختانه طالبان بعد از یک عمر در افغانستان تقریبا بر تمام اراضی افغانستان تسلط دارن و اینا شورای کویته، شورای پشاور، شورای وزیرستان در اختیار دارن، در اونجا عملاً حضور دارن. باید جواب دندان شکن بر امور ارگان های معین پاکستان بتن. اونا متوجه میشن که این کشور مدافعان خود داره، فرزندان خود داره. نه، ما با اشغال مخفی نمیتونیم افغانستان رو باز یک دفعه دیگه مثل که ناتو و امریکا آمده بود از پای بندازیم. این همه موارد است که برنامه گذاری میتونه شود و اینها حقشان است و این صلاحیت دارن و این امکانات دارن. اگر نه که بهانه جویی کنن که خب در اقتصاد همین عوامل بسیار وقتا میتونه متحول باشن،
همه چیز خود نمیشه که ثابت در نظر آقای گرفته آشفته، شود و اینها یک مسئله باید واضح شود که واقعا امارت اسلامی یک چنین کارهایی را که شما میگین باید انجام بده عمدن انجام نمیده، یا ای که واقعا تواناییش وجود نداره نزد امارت اسلامی؟ این نمی اندیشه اصلا وجود ندارد. ببینیم وقتی که اینها کادرهای مسلکی را دور میکنن، کادرهای اداری را پس میکنن، زمینهای اقتصادی را خودشان فلج میسازن. من مثالهای زیاد را در این زمینها میتونم ارائه بکنم. البته همیشه همه دولت ها میراث های بسیار بد بر اینا ماندن، اما اینمی سیستم پولی که نمی لازم، پول از جامعه جهانی می آید، هفته وار یک مبلغ تزریق میشه، بانک مرکزی اینا ای پول می گیرن بتن در بازار سرای 16، یعنی به یک نوع مافیای آزاد بازار که شما دیدیم که 21 نفرش یک بار یک باند گرفتن. این از امروز به سبا کس اصلاح نمیتونن، اما اگر صرافی های بانک مرکزی تمام بانک های دولتی فعال شود و در اونجا برای مردم امی زمینه رو بده که نوت های مندرس خودم ببرن، تبدیل پول اسعار خارجی و داخلی را از طریق بانک های دولتی بتونن انجام بدن، شاید تایی مثلا مدت یک سال مردم ببینه که در برابر بازار سرای 16 که یک بازار عجیب و غریب از این جای دنیا نیست، ما در افغانستان داریم. ما سالها این مطلب البته در مصاحبه هم بارها تکرار کردیم، میتونن که این زمینه را آهسته آهسته تغییر بدن، زمینه رقیب خلق بکنن، ارگان های دولت، بانک های دولت، صرافی های دولت فعال شود و این امکانات وجود داره، ولی اینا هم اندیشه را ندارن. اینها در صدد ایجاد ظرفیت کادری علمی و اداری و اقتصادی نیستن. وقتی که یک دولت یک پار در نظر نمیگیره و تمام هم مهمشی هست که لونگی کی چطور است و چادر کی چی رقم است و کلار کی چی پوشیده و ریش کی چی راز است، چند رکعت نماز خواند و نخواند و امینا را فرمان جور کرده بودن و به جامعه خود توجه نکنن، طبعا اقتصاد اینا تو فرج میشه در زمین میخوره که امروز ما شما متاسفانه شاهدش هستیم. آقای قانی، شما در حکومت کار میکنین، وضعیت همین اکنون چگونه است؟ واقعا کار وجود داره در حکومت؟ فکر میکنین مثلا در وزارت کار تلاش برای کارآفرینی صورت میگیره؟ ببخشید غلط فهمی نشه، ما وارد حکومت نیستم. ما تقریبا کار وزارت کار امور اجتماعی در حکومت های گذشته گفتم، در حکومت های گذشته ما در وزارت کار امور اجتماعی بودم. حالا فعلا من بیکار هستم، من کار ندارم، مثل سایر هموطنان خود در یک حالت بیکاری به سر میبرم متاسفانه. اما حس میکنیم مواردی را که در کشوری که ما به نام افغانستان زندگی میکنیم هر روز حس میکنیم از تجارب گذشته که داریم، متاسفانه تا هنوز برنامه ها وجود نداره. در گذشته ما خودم یک طرح را پیشنهاد کرده بودم، اما بعدا بازو به شکل خصوصی و به یک شکل برم فهمانده شد که این موارد آستاستا با امو سیاست اقتصادی کشورهایی که ما در هژمونی از اونا قرار گرفته بودیم در مخالفت است. یعنی اونا بسیار تاکیدشان با اقتصاد بازار آزاد است که ما همیشه هم اقتصاد بازار که در افغانستان آمده بود او را در او وقت و حال همیشه تا زنده است او را مگه اقتصاد مافیایی میخونم، چون یک مافیای جهانی آمد در افغانستان هم یک مافیا را یا خلق کرد یا مافیای ضعیف خلق شده افغانستان را تقویت کرد. یک مافیا آمد با دیگر مافیا دست به دست داد تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد. فکر نمیکنین هنوز هم در گرای همون مافیا هستیم؟ میایم دیگه به شما. امروز هم ما به امارات اسلامی پیشنهاد میکنیم، در او وقت هم پیشنهاد کرده بودیم، بازم پیشنهاد میکنیم که تا زمانی که در افغانستان یک کشور فقیر، کشوری که ما از بحر دور هستیم و بیشتر اقتصاد ما متکی به زراعت نسبی که در افغانستان داریم، بمی است در کنار از اینکه ما زراعت افغانستان رشد بتیم صنعت افغانستان هم باید رشد بتیم و صنعت افغانستان از حالت مافیایی باید بیرون کشیده شود. متاسفانه که امروز هم صنعت افغانستان، همین صنعت ناچیز افغانستان، صنعت که صنعت ناچیز است، امروز هم تا حد در گره و مافیا است. شما ببینید در گذشته ما فابریکه جنگلک داشتیم. فابریکه جنگلک یک فابریکه خورده نبود، اوج هزاران نفر کار میکرد. فابریکه جاری و نجاری در پلوج داشتیم، هزارها نفر کار میکرد. سیلوها در ولایات مختلف ما داشتیم، هزاران نفر کار میکرد.
نم فون پشمینه بافی و نساجی و غیره و غیره موارد بود که این چرخه اقتصادی که دولت ها را در گذشته به چرخش آورده بود و ماشین به چرخش آورده بود، یک تعداد زیاد از هموطنان ما از اوج معاش می گرفتن، امرار حیات می کردن و بالاخره امو چرخه اقتصادی را در بازار کار افغانستان به چرخش آورده بودند، چی در بخش سکتور غیر دولتی چی در بخش دولتی. امروز متاسفانه در سالهای جنگ امو موارد همش متضرر شد. در 20 سال گذشته ما هر قدر کوشش کردیم از مجرای وزارت کار و امور اجتماعی هر قدر کوشش کردیم و پیشنهاد کردیم که به سکتور اقتصادی افغانستان که امی موارد پس فعال شود، متاسفانه هیچ علاقمندی نبود. و امروز ما پیشنهاد میکنم که امارات اسلامی افغانستان، قسمی که دوستا گفتن، آقای آشفته گفت، دوست ما اشاره داشتن، امارات اسلامی از کادرهای افغانستان باید استفاده بکنه، به کادرهای افغانستان ارزش قائل شوه. شما ببینین کمیسیون ایجاد شده که تعداد را از کسایی که از افغانستان رفته اونا را بره، فرضاً سرمایه‌دار دعوت شوه که تابعه در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، کادرهای رفته افغانستان پس دوباره بیا. قسمی که دوستای ما به او اشاره داشتن، وقتی گناه میه او میگه که دخترم مکتب میره، کوم مکتب خود دروازش بسته است، من با چطور بیم سرمایه خود در افغانستان میرم، چطور بیم دیگه سرمایه گذاری بکنم، دخترم در کجا بره، بچه‌م در کجا بره تعلیم بکنه، زندگی تعلیمی و تحصیلی آینده اولادم چطور میشه. این یک بحث. بحث دوم، ما میگیم اونایی که رفتن در اوجه حداقل برای خود یک زندگی بخور نمیر جور کردن و به یک شکل در اقتصاد افغانستان اونا، من مطمئن هستم که دخیل هستن. همین پولی که یک تعداد کمک میکنه به خانواده هایی که در افغانستان زندگی میکنه، به یک شکل از اشکال بسیار یک بخش کوچک اقتصاد افغانستان به اقتصاد دولت افغانستان هم کمک میرسن. اگر ما میره یک ارزیابی بکنیم، شاید روزانه یک مقدار پول از او مجرم داخل افغانستان بیاید. اما بخش اساسی شمی است که دولت افغانستان، مثل که استاد به او اشاره داشتن که مسئله تاپی و مسئله قشتیپا و مسئله کانال که او رو سرش بحث شد، این مسئله کانال، موارد دیگر هم امی بس های شهری را چند وقت پیش ما دیدیم که سر از او کار روان بود. این همونطور مثل ملی بست تمام مواردی که تعداد هموطنان ما در اوج اشتغال زایی میکنه و چرخه اقتصاد ماشین اقتصاد افغانستان به گردش میرن، به او امارات اسلامی توجه بکنه، میشه که در کوتاه مدت یا در میان مدت یک مقدار کار کرده باشه، یک مردم افغانستان بشینه که پروژه های بزرگ چی وقت به ثمر میرسه و باز چی وقت او میای به اقتصاد مردم تاثیرات خود میره. او بسیار وقت طولانی است. ما پیشنهاد ما است که دولت مردای امارات اسلامی به این موارد فعلی توجه بکنن، کوچک توجه بکنن که تا برای مردم یک زندگی بخوره نمیر، یک مسئله اشتغال زایی و کار روزانه پیدا شوه تا امیدواری به بالا و بلندشان باشه. ممنونتون. آقای یعقوبی، یک موضوع است که اقتصاد در تقابل منطقه و جهان، فکر نمیکنین که قرار گرفت همکنون در افغانستان منطقه ملاقمند است روی اقتصاد افغانستان کار کنه، ولی جهان فکر میکنه که با کمک های خودش مهار کنه اما نقش منطقه را در افغانستان؟ ببینید، نقش نفوذ اقتصادی کشورها غیر قابل انکار است. شما میفهمین که در هفته‌های پسین چین یک صدای بسیار بلندی به اقتصاد افغانستان بلند کرد. یک نمونه کاملش هم است که معدن مس اینک لوگر که بزرگترین معدن مس، فکر کنم دومین معدن مس جهان است، مورد توجه اقتصاد چین قرار گرفت. همین رقم شما میفهمین که افغانستان از لحاظ موقعیت اقتصادی با پاکستان اهمیت ویژه‌ای داره که بتونه از روی اقتصاد افغانستان نه تنها که بازار افغانستان را پاکستانیزه بکنه، بتونه از روی افغانستان مواد صادراتی خود را به آسیای میانه روان بکنه. همین رقم افغانستان از لحاظ موقعیت ها و فرصت های ناچیز اقتصادی خود، ولی موقعیت بسیار با اهمیت خود برای هند، برای ایران قابل اهمیت است. ولی شما میبینید تنش های اخیر سیاسی که میان کشورهای به ویژه میان ایران و افغانستان، میان پاکستان و افغانستان به میان آمد، درگیری که در مرز شد، بمباردمانی که سوی پاکستان به افغانستان صورت گرفت و آزار اذیت مهاجرین را
در ایران دیدن که نسبتاً روابط سیاسی افغانستان را تیره کرد و همواره روابط اقتصادی افغانستان متأثر از روابط تنگ و تاریک روابط سیاسی بود است. متأسفانه سیاست اقتصادی کشور طوری در گذشته تدوین یافته بود که با کوچکترین لرزش سیاسی رابطه‌های اقتصادی هم می‌پاشید. در گذشته هم انتظار بر این بود و در حال هم انتظار به همین است که دستگاه اقتصادی کشور، دستگاه اقتصادی حکومت امارت اسلامی سیاست اقتصادی را در پیش بگیره که با لرزش‌های سیاسی، با برهم خوردن‌های روابط سیاسی اقتصاد کشور ضربه نبینه. در این شک نیست که بیشتر از هر کشور دیگه با توجه به موقعیت اقتصادی بدی که افغانستان داره، ضرر بیشتر یا تاوان بیشتر می‌برداره و ضربات خیلی سنگین به اقتصاد افغانستان خواهد خورد. البته است که اقتصاد چگونه از سیاست جدا کنیم در کشور مثل افغانستان. ببینید، متأسفانه بحث اقتصادی سیاسی و سیاست اقتصادی در هم خلط شده. ما بحث اقتصاد سیاسی داریم که نمونه دقیق شمیال حکومت امارت اسلامی است. می‌خواد از اقتصاد و از جلب کمک‌های خارجی، از پیشکش پروژه‌های بزرگ به کشورهای خارجی به این استفاده ابزاری و استفاده سیاسی بکنه برای جلب اعتماد و در نهایت به مشروعیت بخشیدن حکومت خودشون. به این میگن اقتصاد سیاسی که از راه اقتصاد استفاده سیاسی صورت بگیره. نیاز به است که در افغانستان به جای اقتصاد سیاسی سیاست اقتصادی به کار گرفته شه. ما تمام سیاست‌های خود را در کار بیاندازیم که اقتصاد افغانستان را از حالت لجام‌گسیخته و در هم پاشیده نجات ببخشیم. نیاز به این داریم در حالتی که فعلا افغانستان با توجه به موقعیت حاد بشری، موقعیت حاد اقتصادی قرار گرفته، افغانستان به اقتصاد سیاسی نیاز نداره، افغانستان به سیاست اقتصادی نیاز داره. کشورهایی که با افغانستان روابط اقتصادی دارن بگذاریم اونا اقتصاد سیاسی را پیش بگیرن، با توجه به منافع کلان اقتصادی که دارن افغانستان برشان اهمیت داره، بخوایم نخوایم اونا با افغانستان مجبور هستن و ناچار هستن. افغانستان در مسیر قرار گرفته که اونا نیازمند هستن با افغانستان رابطه اقتصادی داشته باشن. ولی افغانستان با توجه به همین موقعیت خطرناکی که داره، با توجه به این موقعیتی که هر روز دامنه فاجعه، دامنه بحران، دامنه گرسنگی کلانتر شده میره و هر روز از مردم فقیر افغانستان قربانی میگیره، نیاز به که سیاست‌های کارآمد، سیاست‌های مفید، سیاست‌های سودمند را در جهت بلند بردن رشد اقتصادی در بخش توسعه و شگوفی اقتصادی پیش بگیرند و در قسمتی که بتوانند از اقتصاد استفاده ابزاری کنند برای مشروعیت بخشیدن نظام خودشان، از اقتصاد یک استفاده سمبولیک بکنند به خاطر اینکه نظامشان به رسمیت شناخته شود، تا زمانی که او سیاست‌ها را اینا پیش بگیرند اقتصاد افغانستان هنوزم دفن میشه و حالت ورشکسته را می‌گیرد. اقتصادی در بدنه حکومت در 20 سال گذشته داشتیم آقای یعقوبی و حالا باید چه کسی مدیریت کنه؟ ببینید، در این شکی نبود که در 20 سال گذشته ظرفیت ها و استعداد های خارق العاده در بخش مدیریت اقتصادی در کشور وجود داشت. از یک سو استعداد ظرفیت های اقتصادی در کشور زیر سوال بود و از دیگه فضایی که در اختیار او استعداد ها قرار گرفته بود مورد بحث است. ببینید، در گذشته روندی که خانیس بشاره داشتن، اقتصاد افغانستان یک رنگ و بوی مافیایی گرفته بود. اقتصاد افغانستان یکسره مدیریت شما شاهد بودین که چندین شورای که از سوی هر ریاست جمهوری مدیریت میشه، شخصی رئیس شورا رئیس جمهور بود، شورای اقتصادی رئیس جمهور بود، انواع مختلف شورا را رئیس جمهور مدیریت میکرد، در حالی که ما متخصصین و کادرهای ورزه در نهادهای معتبر اقتصادی و سکتوری داشتیم که میتونه شوراها به اونا واگذار بکنه. این نمونه کامل از این بود که فضا به ظرفیت‌های اقتصادی تنگ بود و نقش کونا میتونستان در بهبود وضعیت اقتصادی بازی بکنن نقش چشمگیر و قابل ملاحظه نبود و هنوز هم در حال حاضر متاسفانه اکثر سرمایه های اقتصادی افغانستان هدف از سرمایه انسانی افغانستان است، فرار کرده، از افغانستان بیرون شدن و در حال حاضر هم علاقمندی وجود نداره که در این زودی ها بیان به افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که فضای عدم اعتماد، فضای عدم اطمینان به خاطر سرمایه گذاری از اونها باعث شده که اونها سرمایه گذاری نکنن و دور رفتن از اونها از افغانستان، بی اعتماد شدن و بی اطمینان شدن اونها از افغانستان نسبت به در خطر قرار گرفتن خود و سرمایه‌شان باعث شده که وضعیت اقتصادی در پهلوی از اینکه چی عوامل نقش داشت در بدتر شدن وضعیت، نقش از اونام قابل انکار نیست. ببینید، جلب سرمایه‌گذاری در همچی یک وضعیت میتونه یک نقش کلیدی را رقم بزنه. ببینید، جلب وقتی که ما سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جلب میکنیم، مطمئنا اشتغال زایی میکنیم، پروژه ها سر کار میشه، در پلو اشتغال زایی ما کسب درآمد یا خلق ثروت. ما میخوایم بس تکمیل کنیم با توجه به فضای عدم اطمینان، و فضای عدم اطمینان به این زودا اطمینان وجود نداره و باورمندی بر این خیلی پایین است. ببینید، وقتی سرمایه‌گذاری به کشور جاری میشه، اشتغال زایی صورت میگیره، کسب درآمد میشه، کسب درآمد باعث از این میشه که عواید مالیاتی بپردازیم. وقتی که عواید مالیاتی پرداختیم، در شک نیست که درآمد داخلی یا درآمد یک حکومت بلند میره. درآمد حکومت که بلند رفت، حکومت قادر میشه که بتونه بودجه ملی و بودجه داخلی خود تامین بکنه و از طریق بودجه داخلی بریم به طرف پیشبرد پروژه‌های عمرانی و خدمات عامل منفعه. ریشه کار دنمو سکته شدن پروژه‌هایی که سرمایه‌گذاری حشد به اون نیاز بود دنموج فلج شده و سرمایه‌گذارا فعلا سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن. اعتماد کافی برای پیشبرد فعالیت اقتصادی به عنوان پرسش آخرم از شما مطرح میکنم، بعد میرم به مهمانای دیگه که بعض وقتا رهبری در امارت اسلامی مسئله بند شدن یا در قید ماندن پول‌های
افغانستان در آمریکا را عامل بر سقوط اقتصادی ما میدارن. واقعا چقدر او تاثیر داشته؟ ببینید در سایر برنامه‌های دیگه هم ما گفتیم که پولی که در خزانه داری آمریکا مسدود است یا در بانک جهانی یا در بانک‌های مختلف دیگری مثل بانک فدرال آلمان یا کشور دیگری، او پول به خاطر از این نبود که در نحوه حکومتداری و در پیشورد فعالیت‌های حکومتی از استفاده شود. او پول به عنوان ذخیره ارزی و پشتوانه پولی قابل حساب، او پول یک اعتبار به تجار، اعتبار به پول افغانستان بود. بر اساس از او پول ما میتونستیم ثبات پولی را حفظ بکنیم. نرخ بلند و پایین پول باید کنترل شود. حالا حکومت امارت اسلامی دلیل میگیرند که دلیل همه فروپاشیهای اقتصادی در بند بودن پول پشتوانه پلیس کاملا حق به جانبانه بودن نمیتونه. در این شک نیست که در اقتصاد، در چرخش اقتصادی نقش داره، ولی همه بار اقتصادی را بر سر او پول انداختن هم غیر منصفانه است. ممنون. آقای آشفته، شما به عنوان یک آگاه اقتصادی چه پیشنهاد میکنین برای بیرون رفت از وضعیت موجود؟ من فکر میکنم که توجه به سهم دولت در اقتصاد کل، یعنی توجه به اینکه اولویت های اقتصاد ملی باید مد نظر گرفته شود. ما یک کشور زراعتی داریم که از او طریق مردم در قدم اول بحث آب آشامیدنی، نان و بعد بحث مالداری و تولید انرژی امکاناتش در افغانستان در حد ممکن هست. شاید به گونه بسیار قناعت بخش و با سرعت تمام نباشد، اما این موارد است که متاسفانه دولت فاسد قبلی که سقوط کرد به این عوامل توجه نکرد. واقعا همین رقمی که هر دو بزرگوار جناب آقای یعقوبی و آقای قانه توضیح دادن، یک اقتصاد مافیایی را آوردن آگاهانه. و حاکمیت سرپرست آمد گفت که ما یک مقدار تقریبا 3 ماه اول شما شاهد هستید که اینها پولهای گزافی را نشان میدادن که از زعمای فاسد او دولت گرفته بودن. چرا شفافیت به بار نیامد، نشان ندادن که پولها چی شد، او دارایی ها کجا رفت؟ چرا اینها پیوسته چسبیدن که پول پشتوانه را میخواهند که به مساوی یک میت در چلن به گونه غلط در ذهنیت مردم بتن؟ چرا اینها نمیخواهند که به مردم خود مراجعه کنند، زمینه های روانی جنگ پایین بیارن؟ ما من حیث مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم که یک جریان سیاسی است شامل ده ها حزب و سازمان و شورای قومی میشن، ما پیوسته می گفتیم که ما نمیخواهیم باز در بازی یک جنگ دیگه باز شود. نگذاریم که جنگ صورت بگیره و این جلوه گرفته شود. این روزا او قدر اینها درست نادرست عمل میکنن و مردم مراجعه میکنه به ما و میگن که شما اینها را خود از طریق مبارزه مدنی شهری نمیتونین مهار کنین، مبارزات فرهنگی شما جایی نمیگیرن. ما باید مسلح شویم، اسلحه داریم، اسلحه در افغانستان در قدر سالها تیپ شده. شما باور کنین ما بسیار جایا خاموش میمانیم، دلیل گفته نمیتونیم. یعنی حاکمیت سرپرست بدون میاد حتی زمینه های ایجاد حملات جنگی را در برابر خودش رشد میده، خودش این کار میکنه. برای اینکه اینها به ملت وقتی که آدم مراجعه نکرد، کلام نرم نداشت، کلامی که بتانه روان اجتماع را تسکین ببخشن نداشته باشن و پیوسته از تندی کار بگیرن. شما سخنگویای از اینا را میشنوین، طرز کلام از اینا را، کارهای اداری را فلج کردن، کارهای اقتصادی را فلج کردن و برخوردی که میکنن با ملت خود یک برخورد بسیار مخاصمانه است. اینا آمدن فکر میکنن ما نائب خدا هستیم، این ملت ما از نمو مسلمان میسازیم. او برادر، تو که مسلمان هستی، تو خو اگر فرزند این وطن هستی، خب پدر و مادر این وطن تو را مسلمان بار آوردن. تو چرا اینقدر خدا گم کردی که اساسا نمیفهمی در جامعه چی بکنی؟ این موارد است که اقتصاد جامعه را هم از بین برده، روابط بین المللی جامعه را هم از بین برده. این دولت نمیخواهی که به معیار دولتی بالا بیاید، اساسا در یک حد پایین گیر کردن و هر روز در تضادها است. خوبی سفرهای خارجی خوب است که اینها برن، زمینه های کوچک هست برشان، اما اگر اینها در خصایل اساسی اینمی دستگاه دولتی تغییر نیارن و معیارهای جامعه جهانی در نظر نگیرن، ملل متحد اینها بارها گفتن، شما بیان حال تقریبا از اینا ناامید شدن. اونا هم برنامه های دیگه دارن، مثل که مثلا جنرال امریکایی مکنزی مثلا گفت که اینجا ما میبینیم که تعداد داعشیان از 4000 بیشتر شد. دروغ میگن اونا، هنوز ما 2000 داعشی هم نداریم. ما من از یک جریان سیاسی فعالی که پاره میفهمیم، ولی اون نشان میده که اونها برنامه های تند و زنند جنگی در قبال از اینا میخوان تهیه بکنن. ما پیشنهاد تاکیدا بر زعامت دولت سرپرستی است که پیشنهاد ما این است که اینها نگذارن که در افغانستان باز یک جنگ دیگه چاک شود. امکان مهار کردن جنگ هم وجود داره، امکان اینکه اقتصاد هم رهبری شود و اینمی بحران اقتصادی شدید بتانه مهار شود امکانش هست.
با برنامه های بسیار خوب کوتاه مدت و میان مدت از طویل مدت میمانه که او پروژه های اساسی که پول زیاد و بودجه بسیار سرشار ایجاب میکنند. من امیدوار هستم به این مسائل توجه صورت بگیرم. ممنونتان آقای آشفته. و آقای قانه، به عنوان آخرین پرسش، فکر میکنین که این تحلیل درست است که غربی ها پس از اینکه برون شدن از افغانستان برای بحرانی ساختن وضعیت در درون افغانستان در تلاش هستند حالا چه فشار اقتصادی و چه فشار سیاسی را وارد کنند؟ 100% من خوب به باور هستم که بعد از سال 1968 پروژه های آمریکایی که در افغانستان مثل هلمند و وادی هلمند و عناوین مختلف در موضع جنوب افغانستان تطبیق شد، از امو وقت اینا در افغانستان فعالیت های اقتصادی سیاسی خود داشتن و بالاخره در از سال خصوصا از سال 1968 تا ختم اگست سال گذشته 2021 اینا میفهمین که بسیار پول در افغانستان مصرف کردن. به این سادگی ها و به این آسانی ها افغانستان اونا از دست نمیتن، چون از دست دادن افغانستان تقریبا در آسیا نفوذ از اونا پایین می و مشکلات دیگه برشان بار می آید. بنان امریکایی ها، خصوصا امریکایی ها، جهان غرب در رأس ایالات متحده امریکا کوشش خود میکنه، اما ما باورم این است که شاید اکثر مواردش در حد تهدید باشه و امارات اسلامی را به یک شکل تهدید بکنه، مثلا گشزنی های تیاره های بی سرنشین در فضای افغانستان، بمباردمان توسط کشور پاکستان و موارد دیگری که در امیر روزا ما بینیم که در فعالیت هایی که چین در افغانستان فعالیت های اقتصادی را سفر میکنن. چه تهدید برای تامین منافع خودشون؟ طبعا به خاطر منافع خودشان. اونا نمیخواین که مثلا مثل افغانستان و کشور مفت به چین بتن، یا افغانستان هم مفت بر قدرت های بزرگ دیگه جهانی و منطقه ای بسپارن. بنان اونا از هر راه کوشش میکنن، اما راه های جنگ بعد دوستایی که عنوان میکنن که راه جنگ ترجیح میتن، ما طرفدار جنگ نیستم، جنگ در افغانستان کارایی نداره، به هیچ عنوان جنگ کارایی نداره، دولت افغانستان فعلا در از ایالات متحده امارات اسلامی افغانستان در از قرار داره. اینا هم با امون نبوغ و عقلانیت اسلامی که دارن از او کوشش بکنن انشاءالله اول عزیز، اگر واقعا اینا با اون امون منطق اسلامی مراجعه بکنن به مردمشان، هم مشکلات اقتصادی مردم حل میشه، هم مشکلات سیاسی مردم حل میشه، هم مشکلات فرهنگی مردم حل میشه. اما قسمی که دوستا گفتن، آقای آشفته به او اشاره داشت، آقای فقیدی اشاره داشت، و خواست مردم افغانستان همی است که دیگه ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم، ما اقوام مختلف مثل برادر در افغانستان زندگی میکنیم، بین که دست بده بسته هم بتیم در زیر سایه همی امارات اسلامی، همی امارات اسلامی بخشای خود اصلاح بکنه، به همه مردم احترام قائل شوه، از داشته های خود در ابعاد مختلف استفاده بکنه، از داشته های بشری خود استفاده بکنه و بریم افغانستان رو به کشور رفاه تبدیل بکنیم. و این ناممکن نیست، این حتمی است، شدنی است، میشه، در دراز مدت هم نه، در کوتاه مدت اگر نشه در میان مدت میشه، به مو هدف ما میرسیم و این خواهش ماست که میکار شوه. ممنونتان آقای محمد دین قانه، آگاه مسائل سیاسی، آقای شاکر یعقوبی، آگاه امور اقتصادی، و همچنان آقای میرویس آشفته، آگاه اقتصادی و مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم که از جرمنی با ما وصل بودن. و ممنون شما بیننده ها که این برنامه آخر خط را صمیمانه دنبال کردین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.